خب کانسپتی که امروز میخوام راجبش برای شما صحبت کنم که تو ایمپروویزیشن خیلی به کارتون میاد، معمولا به انگلیسی بهش میگن less is more، یعنی ما میتونیم بگیم مختصر و مفید بودن. برای من اینجوریه که مختصر و مفید بودن خیلی بیشتر جواب میده که زیاد بگی و مفید باشی. حتی بذارید اینجوری کانسپت رو براتون باز بکنم. من وقتی نشستم اینجا پای ساز، چند تا آکورد رو انتخاب کردم: سول ماژور، می مینور، دو ماژور. چون میخواستم برگردم سراغ سول ماژور، اومدم روی پنجمش یه ره ماژور زدم، که البته ره ماژوری که سول توشه. نمیخوام وارد تنشن آکورد ها بشم، صرفا بیس آکورد ره ماژوره. حالا که میخوام ایمپرووایزیشن بکنم، نوازنده پیانو رو خیلی رعایت میکنم. فرض کنید که مثلا یه پیانیستیه که این چهار تا آکورد داره برای ایمپرووایزیشن: سول، می، افتم سراغ دو و ره. نوازنده پیانو بخاطر اینکه همون لحظه که داره آکورد داره میزنه، داره نگاه میکنه چه نوتی میزنه، این برام سعی میکنه کورد تون اپلاین کنه. یعنی چی؟ یعنی یکی از نوت‌های آکوردش رو بریزه بیرون. خب چی بهتر از این که وایسی سر اون نوت مشترکی که تو همه این آکوردا هست؟ برای من ممکنه این کارو بکنه. و سر ره ماژور تازه بگه. این میشه مختصر و مفید بودن، یعنی less is more. این میشه شما گاهن هرچی نوتای کمتری استفاده بکنی، احساس بیشتری داری نشون میدی. ببینید جی یا سول تو اینجا تونیکه، تو اینجا ماینر ثرده، تو اینجا فیفثه، و اینجا دیگه من میتونم سولو نگه دارم چون تو دو ماژورم سولو زدم. در واقع من اینجا میتونم بگم یازدهه، یا حالا چون آکوردم ساس نیست میتونم بگم فورثه، ولی چون اینجا من میتونم بگم یازدهه. برابر این شنونده من آلردی با یه دونه نوت داره تونیک میشنوه، ماینر ثرد میشنوه، پرفکت فیفت میشنوه، و اینجا هم که فاصله یازدهم میشنوه. این خیلی تاثیرگذارتره. معمولا وقتی که میبینیم نوازنده ای نوتای کمتری استفاده میکنه، فوق العاده دلنشینه، همیشه میگیم که آه چه پنجه ای داره، چه تاچی داره. نه، گاهن داره درست حسابی هم فکر میکنه اون نوازنده. مثلا من نوتی که انتخاب کردم برای شروع اینجا نوت بی بود یا سی، یه نگارشم سی رو سول میزدم، میجر ثرد، سی رو ای میزدم، پرفکت فیفت، سی رو دو میزدم، میجر سیونت. وقتی که رسیدم به ره، ملودی مو عوض کردم، گفتم و اومدم رو ای، یعنی پرفکت فیفت ره رو اوتلاین کردم. دفعه بعد که رفتم ملودی جلوتر، گفتم نوت ره رو انتخاب کردم. الان که داشتم بهتون تدریس میکردم، گفتم کاش که سول انتخاب میکردم، ولی خب یعنی سول به همش میخورد. ولی خب اون لحظه که ایمپرووایزیشن رو شروع کردم، سعی کردم بیشتر با موضوع احساسی برخورد کنم، نه انقدر تئوری موسیقی گونه. پس دفعه بعدش مدام ره انتخاب کردم. اینجا چیه؟ پرفکت فیفت، ماینر سیونت، ناینت و تونیک. حالا که شنونده من با یه کانسپت less is more، ببینید less is more یا مختصر و مفید اجازه میده شنونده تصویر سازی بکنه برای خودش. یعنی که وقتی من این روی نوت وایس دادم، شنونده همزمان که داره لذت میبره، انگار برداشت خودش رو از اون ملودی برمیداره. این ملودی میتونه غم داشته باشه، حالا غم به اون صورت نداشته باشه، یه شاید بتونه اسمشو بذارم رخبت، من ادبیاتم زیاد خوب نیست. یکی میتونه کاملا عاشقانه برداشت کنه ازش، یکی میتونه اینو پایان روز سخت ببینه واسه خودش. بنابراین این من دارم بهش اجازه میدم که تو برداشت خودتو بکن. خب شنوندم بیشتر میشه.
شنوندم اینجوری میشه که آقا خب من هر موقع هر مودی داشته باشم این موسیقی رو گوش میدم دیگه، درست؟ حالا که من این کانسپت لسیز مور رو انجام دادم، خب دیگه تا آخر موزیک این کار بکنم دیگه حسنش سر میره دیگه. دوست باید به نظر من یه نموداری برای شنوندت در نظر بگیری، این که خب حالا من این مقدار به تو اجازه دادم، حالا یه ذره تو به من گوش کن. من یه تصویری هم دارم. تازه اونجا یه داستانی شروع میکنم برای شنوندم تعریف کردم. بنابراین به نظر من بهتون پیشنهاد میکنم وقتی که آکوردهای مختلفی دارید برای یه دونه ملودیتون میشنوین، به نفعتونه که اونقدر شیطنت نکنید، چون اون شیطنته انگار بار مسئولیت بیشتری براتون به وجود میاره و داستان یه داستانی شروع کردی تعریف کردن، باید داستانتو درست حسابی تمامش کنی، یا اصلا درست حسابی شروعش کنی، درست حسابی ادامه بدی، درست حسابی تمامش بکنی. ولی این داستان رو به عهده شنونده میذاره. دقت کنین. حالا من از بی اومدم رد شدم که مثلا تو ذهنم جی میجر سلش بی بود، یعنی سول ماژور به پایه سی، ولی خب مثلا میتونیم برای من یه تریکی هم هستش که این کارو میکنم، اینی که خب یه بار دارم که هر موقع که ایمپرووایزیشن میکنم یه بار آکوردا رو چک میکنم. تریک دوم اینه که دارم فکر میکنم تو این مدت که آقا چی بگم، حالا دو میزان بعد چه حرفی دارم. حالا نه که اینقدر موضوع فکری باشه، یه جستجو میکنم که آقا فیلینگ من چجوریه نسبت به این بکین ترک. بنابراین کانسپت مختصر و مفید و پیش بگیرید، مطمئن باشین براتون جواب میده. دمتون گرم.